فرض کنید 3 جعبه به شما نشون میدم که داخل یکیشون یه جایزه خوبه، اون دوتای دیگه خالیان. شما یکی از اینا رو انتخاب میکنی. حالا من که میدونم جایزه توی کدومه، یکی از جعبه های خالی رو باز میکنم. بعدش به شما یه پیشنهاد میدم. دوست داری همین جعبه اولی که انتخاب کردی رو نگه داری یا انتخابتو عوض کنی و اون یکی رو برداری؟ اینجا منطق شما میگه از این دوتا جعبه قطعاً یکیشون خالیه، یکیشون جایزه داره. پس فرقی نداره که اولی رو نگه دارم یا عوضش کنم. توی هر حالتی برنده شدنم 50-50. ولی به طرز شگفت‌انگیزی اینطور نیست. با عوض کردن جعبه احتمال برنده شدن 2 برابر میشه. این پارادوکس معروف به مسئله مانتی هال. اما چطور یه همچین چیز عجیبی ممکنه؟ هدف امروزمون اینه که ببینیم درک ما از احتمالات بعضی وقتا چقدر میتونه با واقعیت فاصله داشته باشه. اول یه کوچولو از تاریخچه این معما میگم، بعدش سبا از کانال متباز مهمون ما میشه و ریاضیاتش رو توضیح میده. داخل کانالش کلی ویدیوهای جالب داره درباره آموزش موضوعات مختلف ریاضی به زبان ساده. بعدش هم دوباره خودم برمیگردم با کاربردهای عملی این معما توی زندگیمون تا ببینیم آیا همیشه عوض کردن انتخاب اولمون به نفع ما تموم میشه. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. پیشرو در تولید انواع سنسورهای دقیق و مطمئن، از مریخ‌نورد ناسا تا ابزارهای پیشرفته پزشکی و صنعتی. ردپای سنسورهای فیوتک همه جا دیده میشه. برای مشاهده محصولات و سفارش سنسور میتونید به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. از سال 1963 یه شوی تلویزیونی پرطرفدار توی آمریکا پخش میشه به نام Let's Make a Deal یا بیا معامله کنیم. یکی از محبوب‌ترین مسابقاتش به این صورت بود. 3 در وجود داشت که پشت یکیشون یه جایزه خیلی خوب گذاشته بودن، مثلا یه ماشین لوکس یا چند هزار دلار پول نقد. اما پشت اون دوتای دیگه جایزه های بی ارزش یا خندداری بود، مثلا یه بز یا اردک یا یه ماشین اسباب بازی. حالا یه بازیکن وارد میشد و از بین این 3 در یکیشون رو انتخاب میکرد. مجری برنامه آقای مانتی هال که میدونست پشت هر کدوم از درها چه خبره، یکی از اون 2 در باقی مونده رو باز میکرد. دری که مطمئن بود پشتش جایزه بی ارزشیه. بعدش به بازیکن میگفت دوست داری همین انتخاب اولتو نگه داری یا عوضش کنی با اون یکی در باقی مونده؟ خب همونطور که گفتم خیلی از مردم، حتی تعداد زیادی از دانشمندا، فکر میکردن توی همچین وضعیتی شانس برنده شدن 50-50. دری که بازیکن انتخاب کرده ممکنه پشتش ماشین باشه یا شاید هم بز. اگرم انتخاب خودش رو عوض کنه و اون یکی در رو برداره، بازم همینه، یا ماشینه یا بز. پس پافشاری روی انتخاب اول هیچ فرقی نداره با عوض کردنش. با این حال کم کم افراد کنجکاو متوجه شدن که وقتی بازیکنها انتخاب اولشون رو تغییر میدن، احتمال اینکه برنده ماشین بشن افزایش پیدا میکنه. برعکس، اونایی که اصرار زیادی روی همون انتخاب اولیه دارن، بیشتر وقتا باید با یه بز برگردن به خونه. از سال 1975 داخل مقاله های مربوط به آمار و احتمالات در مورد دلیل این اتفاق بحث می شد. معروف شده بود به مسئله مانتی هال، یعنی اسم همون مجری برنامه. حالا بیاید ببینیم از نظر ریاضی چرا عوض کردن اون انتخاب اولیه به نفع بازیکن تموم می شه. سلام به همه مخاطبای خوب کانال آرانتیک. من سبام و خیلی خوشحالم که توی این کانال هستم تا قسمت ریاضیاتی این معما رو براتون توضیح بدم. امیدوارم که توضیحاتمو دوست داشته باشین. اون زمانی که بازیکن میخواد انتخاب خودش رو انجام بده، هر کدوم از درها به احتمال 1/3 پشتش ماشینه. از بین یه ماشین و 2 بز احتمال اینکه ماشین رو انتخاب کنیم میشه 1/3. اما وقتی مجری برنامه یکی از اون 2 در باقی مونده رو باز میکنه، این احتمالا عوض میشن. قبلش میتونستیم بگیم دری که بازیکن انتخاب کرده به احتمال 1/3 برنده است و اون 2 دیگه هر 2 با هم میشن 2/3. به احتمال 1/3 ماشین اینجاست، به احتمال 2/3 توی یکی از این 2 یا این یا این. پس وقتی که مجری یکی از این 2 رو باز میکنه، همین احتمال 2/3 منتقل میشه به اون دری که هنوز بسته مونده. خب حالا واضحه که اگر بازیکن روی همون انتخاب اولش بمونه، احتمال اینکه برنده ماشین بشه 1/3. ولی اگر انتخاب خودش رو عوض کنه، به احتمال 2/3 برنده ماشین میشه. یعنی شانسش 2 برابر میشه.
برای اینکه مطمئن بشیم تمام حالتهای ممکن رو بررسی کردیم، چون شاید بعضی از بیننده ها با احتمالات آشنا نباشن، فرض میکنیم بازیکن در اول رو انتخاب میکنه. اگر پشتش بز باشه، برای اون دوتای دیگه دوتا حالت مختلف پیش میاد، یا دومی هم بزه، سومی ماشین، یا برعکس، دومی ماشینه، سومی بز. اما اگر پشت در اول ماشین باشه، اون دوتای دیگه فقط میتونن بز باشن. پس کل حالتهای ممکن همینه. مجری هم که توی هر حالت یکی از درهای حاوی بز رو باز میکنه. توی حالت شماره یک، اگر سر همون در اول که انتخاب کردی بمونی، بز برنده میشی. اگر عوضش کنی، ماشین. حالت دوم هم همینه. اگر عوضش کنی، ماشین میبری، اما حالت سوم عوض کردنش مفید نیست، چون همون انتخاب اولت ماشین بود. پس توی دو تا از این سه حالت بهتره انتخابمون رو عوض کنیم. برای همینه که شانس برنده شدنمون دو برابر میشه. جالب اینجاست که هرچی تعداد درها بیشتر باشه، عوض کردن انتخاب به صرفه تره. مثلا فرض کنین به جای 3 تا 1000 تا در داریم که پشت یکیشون ماشینه، بقیه شون بز. بازیکن یکی از درها رو انتخاب میکنه. مجری هم از بین 999 در باقی مونده همه رو به غیر از یکی باز میکنه. شما میتونی بین انتخاب خودت و این یکی جابجا بشی. تو این حالت اگر انتخاب خودت رو نگه داری، احتمال برنده شدنت فقط 1000مه، اما اگر عوضش کنی به احتمال 999000م ماشین برنده میشی، که خیلی شانس خوبیه. تقریبا میتونی از برنده بودنت مطمئن باشی. ولی خب بازم بعضیا به اشتباه فکر میکنن شانس برنده شدن هر کدوم از این درها 50%. بعد از توضیحات خوب سبا، حالا میخوام ببینیم دونستن این معما اصلا چه اهمیتی داره. مسئله مونتی هال یه پارادوکس از نوع راستنما، یعنی پارادوکسایی که اولش نتایج اشتباه و غیر منطقی به ما میدن، ولی وقتی درست بررسیشون میکنیم حقیقت روشن میشه. اینجا هم ما فکر میکنیم احتمال برنده شدن هر کدوم از گزینه‌ها 50%، در حالی که منطق و ریاضی ثابت میکنه اینطور نیست. یه نمونه دیگه‌اش همین بحث زمین تخته. چشم‌های ما اینطور می‌بینه که زمین صافه و خورشید هم هر روز از طرف شرق بالا میاد و از اون طرف میره پایین. ولی خب علم نشون داد زمین یه کره است که دور خورشید می‌چرخه. به نظرم مهمترین درسی که از مسئله مونتی هال می‌گیریم اینه که خیلی وقتا ممکنه تصورات شهودی یا عینی ما با واقعیت فرق داشته باشن. مخصوصا وقتی با احتمالات سر و کار داریم زیاد این اتفاق میفته. ما فکر میکنیم احتمال یه رویدادی خیلی کمه و بر اساس همین تصور خودمون تصمیم‌های مهمی میگیریم، ولی پیشبینی‌هامون اشتباه در میاد و شکست میخوریم، چون بعداً محاسبات ریاضی نشون میده اون احتمالی که در نظر گرفتیم اشتباه بوده. دقیقا به خاطر همینه که ریاضیات اینقدر مهمه. شبیه یه نورافکن قوی مسیر حرکت ما رو روشن میکنه. کاملا قابل اطمینانه، برخلاف تصورات ذهنی ما که بعضی وقتا نمیشه بهشون اعتماد کرد. درس دومش اینه که بعد از تصمیم گیری بر اساس یه شرایط مشخص، وقتی این شرایط اولیه تغییر میکنن، باید تصمیمامون رو دوباره بررسی کنیم. توی مسئله مونتی هال اولش 3 تا در داریم که با انتخاب هر کدومشون احتمال برنده شدن ما برابره، یعنی 1/3. ولی وقتی مجری میاد یکی از درها رو باز میکنه، دیگه اون شرایط اولیه تغییر کرده. شانس 2/3 که مال مجموع این دوتا در بود، حالا متمرکز شده توی یکیشون. پس اگه روی همون انتخاب اولمون پافشاری کنیم، احتمال برنده شدنمون 1/3، اگه عوضش کنیم 2/3. ولی خب وقتی این موضوع رو نمیدونیم، با خودمون میگیم شاید همین انتخاب اولم درست باشه، شاید اگه عوضش کنم پشیمون بشم، پس حالا که 50-50ه بذار روی همین بمونم. البته خب واضحه که یه وقتایی هم پیش میاد که همون انتخاب اول رو نگه میداریم و برنده هم میشیم، ولی در کل وقتی به دفعات زیادی این بازی انجام بشه، عوض کردن تصمیم اولیه نتایج بهتری داره. این نکته هم حتما باید در نظر بگیریم که استراتژی تعویض انتخاب برای شرایطی دقیقا شبیه همین مسئله مونتی هال مفیده. یعنی مثلا اگه مجری ندونه که پشت درها چه خبر و شانسی یکی از درها رو باز کنه، این احتمالایی که به دست آوردیم عوض میشن. پس اینطور نیست که بتونیم بگیم توی هر وضعیتی تحت هر شرایطی باید انتخاب اولیه رو رها کرد و رفت سراغ گزینه‌های دیگه.
نه، همه چیز بستگی داره به شرایط موجود. باید با علم احتمالات وضعیت رو بررسی کنیم تا جواب درستی بگیریم. کلن مسئله مانتی هال توی خیلی از جنبه های زندگی ما دیده میشه. سرمایه‌گذارهای بورس باید دائما تصمیم‌های خودشون رو بر اساس اطلاعات جدیدی که دریافت می‌کنن تغییر بدن. پزشکا مجبورن با هر داده جدیدی که از عکس‌ها و آزمایش‌ها به دست میارن توی اون تشخیص اولیه خودشون تجدید نظر کنن. حتی یه پوکرباز ممکنه با کارت‌هایی که به دستش رسیده یه نتیجه‌گیری اولیه بکنه، ولی از روی حرکات رقیبش چیزای بیشتری بفهمه و تصمیمش رو عوض کنه. یا مثلا شرکتی که در حال استخدام کارمنده ممکنه بعد از مصاحبه اول یکی از گزینه‌ها رو انتخاب کنه، ولی بعدش یه مصاحبه دوم ترتیب میده و حالا با اطلاعات جدیدی که از این افراد به دست آورده، فقط عوض کردن اون انتخاب اولیه شانس موفقیت شرکت رو افزایش میده برای پیدا کردن یه کارمند بهتر. هدف اصلیم از این ویدیو این بود که نشون بدم فکر و ذهن ما بعضی وقتا چقدر میتونه ما رو گمراه کنه. توی همچین موقعیتهایی ریاضیاته که دست ما رو میگیره و ما رو برمیگردونه به مسیر درست. ریاضیات میگه وقتی شرایط تغییر میکنه باید تصمیماتی که گرفتی رو دوباره بازبینی کنی، چون یه نکته کوچیکی که توی حساب و کتاب در نظر نگرفتی میتونه شانس موفقیتت رو نصف بکنه. شاید یه بار، دو بار، ده بار لجاجت و پافشاری روی حرف اولت به طور اتفاقی نتیجه خوبی هم بده، ولی در مجموع توی مقیاس‌های بزرگتر احتمال داره به ضررت تموم بشه.